بر اساس تحقیقات به عمل اومده میزان شیوع آسیب در بین نوازندگان بسیار بالاست. علت اصلی این امر کم اطلاعی هنرمند از وضعیت بدنی خودش و استفاده بیجا از داروهای مسکن هست. این داروها بجز کم کردن علامت و پیشرفت بی سر و صدای مشکل اصلی دستاورد دیگری برای هنرمند ندارند. ارزش دست یک نوازنده به اندازه ارزش حنجره برای یک خواننده است که در صورت کوچکترین نقصی به شدت توانایی‌های نوازنده را از بین می‌برد. مفاصل دست، آرنج، شانه و ستون فقرات دارایی‌های بدون جایگزینی هستند. یک هنرمند که به پیشرفت در این عرصه چشم دوخته باید تمام تلاش خودش رو برای نگهداری از این ثروت خدادادی به عمل بیاره. رابطه بین پیشرفت و تقویت تکنیک‌های پیشرفته معکوسه. به عبارتی هر چه نوازنده در اجرا توانمندتر و ماهرتر میشه، در مفاصل، عضلات، تاندون‌ها و ربات‌ها دچار استرس و تخریب بیشتری میشه. این بدین معنیه که با تحمل مرارت‌های فراوان و پس از طی یک عمر تمرین و رسیدن به درجه استادی، حالا که تمام تکنیک‌ها و ظرایف نوازندگی به عمق جان نوازنده رسوخ کرده، مفاصل و بافت‌های سازنده اون سلامت کافی برای بهره‌گیری استاد از 100% تبحر خود در اجرا رو ندارند. در فیزیوتراپی آرامش برای رسیدن هرچه سریعتر نوازنده به سطح مطلوب و درمان مؤثرتر، مشکلات مفصلی و عضلانی رو در نوازندگان ما به 5 سطح تقسیم کردیم. سطح اول آسیب، درد پس از نواختن ایجاد میشه اما نوازنده به طور کاملا طبیعی ساز میزنه. سطح دوم آسیب، درد در حین اجرا ایجاد میشه اما هنرمند رو در حین نواختن محدود نمی کنه. سطح سوم، درد در حین اجرا ایجاد میشه و برخی از کارهای روزمره رو متاثر میکنه. از طرفی موجب تغییر تکنیک ها و کاهش مدت زمان تمرین میشه. سطح چهارم، درد به محض شروع اجرا ایجاد میشه و پس از اتمام هم به شدت ادامه داره و بسیاری از فعالیت های روزمره رو محدود میکنه. و اما سطح پنجم، درد در طی تمامی فعالیت‌های روزمره وجود داره و نوازنده قادر به نواختن نیست. نکته حائز اهمیت در این تقسیم بندی اینه که نوازنده‌ای که در سطح پنجم آسیب قرار داره از ابتدا در این سطح نبوده و رفته رفته از سطح اول به دوم، دوم به سوم، سوم به چهارم و نهایتاً چهارم به پنجم رسیده. بدین معنی که اگر شما هنوز جزو دسته پنجم نیستید، باید با مراقبت و رعایت اصول و فیزیوتراپی به موقع از قرار گرفتن در سطح پنجم آسیب پیشگیری کنید، چرا که هرچه در سطح بالاتر آسیب قرار میگیرید درمان سخت‌تر و طولانی‌تر میشه. در فیزیوتراپی آرامش برای درگیری‌های یک نوازنده، ابتدا الگوهای ایجاد درد رو بررسی می‌کنیم. تمامی حرکات در مفاصل درگیر در حین نواختن از گردن تا انگشتان رو بررسی می‌کنیم. سپس اختلالات حرکتی، ایمبالانس‌های عضلانی، سفتی‌ها و شلی‌های غیر عادی در بافت‌های سازنده مفصل، پوزچر بدنی و قدرت عضلات رو ارزیابی می‌کنیم. پس از مشخص شدن علت اصلی درد و درگیری، با استفاده از روش‌های مختلف درمان رو شروع می‌کنیم. با استفاده از امواج پرتوان لیزر صدمات بافت‌های نرم و مفصلی رو ترمیم می‌کنیم. این موج قادره که فعالیت‌های خاصی رو در بدن فعال کنه که روند بازسازی و ترمیم رو تسریع می‌کنه. بسته به نوع عارضه، پروتکل‌های مناسب درمانی رو برای نوازنده تحریزی می‌کنیم و به درمان اون می‌پردازیم. امواج اولتراسون یکی دیگه از مؤلفه‌های تأثیرگذار بر روند درمان هستند. اولتراسون با اثرات سازنده‌ای که بر روی قشای سلولی داره، گزینه مناسب دیگه‌ای هست که در اینجا برای درمان نوازندگان از اون بهره می‌گیریم. درمان‌ها و مانورهای تخصصی دستی و درای نیدلینگ که درمان تخصصی با سوزن هست، هم از دیگر روش‌های بسیار اثرگذار برای درمان هست. در این روش با شناخت آناتومی بدن بیمار و یافتن نقاط اصلی درگیری،
اونها رو به طریق خاصی تحریک میکنیم و کمک میکنیم هر چه زودتر نوازنده به توانایی های از دست رفته خودش بتونه دست پیدا کنه.